دونی جشنواره امسال سه بخش کلی داره، طراحی که انجام شده. بخش مسابقه ایران شامل آثار مستند، کوتاه و سینمایی خواهد بود. بخش بین‌الملل ما خواهد بود که شامل آثار مستند و کوتاه سینمایی خواهد بود و بخش پژوهشی و جنبی جشنواره است. در مجموع ما امسال 11 بخش رقابتی داریم در این دوره جشنواره که رقابت خواهد بود و جوایزی در بخش‌های مختلف اهدا خواهد شد و 8 بخش جنبی و پژوهشی در این دوره جشنواره طراحی شده که انشالله اجرا خواهد شد. من چند روز پیش که شب خاطره بود خدمت آقا معظم رهبر رسیده بودیم، خیلی جالب بود. یکی از چیزهایی که تا حال من نشیده بودم شما عنوان کنم، دو تا مطلب بسیار مهم بود. یکی اینکه میگفتن 100%، و میگفتن من مبالغه نمی‌کنم، 100% نسبت به خاطره‌گویی و ترجمه عرصه خاطره‌گویی و ادبیات و سینمای انقلاب دفاع مقدس تولیدات ما باید افزایش پیدا کنه. این نکته بسیار مهمه بود. بعد تاکید می‌کردن که حتماً باید فیلم‌ها و کتب ترجمه بشن و در عرصه بین‌المللی حضور پیدا کنن و الها زمین بازی از ما گرفته خواهد شد و در آینده طور مشکلاتی خواهیم شد. ببین، بر اساس همین من فکر می‌کنم که چه نهضت خاطره‌نویسی، چه نهضت حضور فیلم‌های عرصه دفاع مقدس و انقلابی در عرصه بین‌المللی باید شکل بگیره با کمک دولت، با کمک نهادهایی که مرتبط با این جریان هستن و میتونن راجع به عرصه بین‌الملل و سرمایه‌گذاری در این بخش در حقیقت برنامه‌ریزی جدی داشته باشن. شما مطمئن باشید بخش خصوصی توان حضور در بخش بین‌الملل به دلیل هزینه‌های بسیار زیاده نداره، بلکه نهادهای مختلف از جمله وزارت ارشاد، حوزه هنری، سازمان‌هایی که مرتبط هستن مثل سازمان‌های اوج باید بیان برنامه‌ریزی کنن، یک ستاد و یک در حقیقت آیین‌نامه‌ای رو تدوین کنن در جهت حمایت فیلم‌های انقلاب دفاع مقدس برای عرصه در خارج از کشور.